دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. محمد حسن خان قاجار کشته شد. محمد حسن خان قاجار وقتی دریافت که شیخ علی خان زند با یک قشون به سوی او می آید، عزم کرد که قبل از اینکه قشون سردار زند وارد استراباد گردد، جلوی آن را بگیرد و با 18,000 سرباز به راه افتاد و در منطقه اشرف از شهرهای مازندران به سردار زند رسید. وضع شهر اشرف در دوره ای که محمد حسن خان قاجار و شیخ علی خان زند در آنجا به هم رسیدن به اختصار از این قرار بود. شهر اشرف در حدود 5,000 تن سکنه داشت و عده‌ای از ساکنین آن شهر ارمنی به شمار می آمدند. بین اشرف و مرداب میان گاله 2 کیلومتر فاصله وجود داشت و مرداب گاله یک منطقه از آب راکد دریای مازندران بین اشرف و شبه جزیره میان گاله بود. راجع به شبه جزیره میان گاله که مقابل اشرف در شمال مرداب قرار داشت، داستان‌های وحشت آور نقل می‌کردند و می‌گفتند. دیوهایی که در گذشته در مازندران زندگی می نمودند از آنجا کوچ کردند و به شبه جزیره میان گاله رفتند و اینک در آنجا هستند و علاوه بر دیوها شبه جزیره میان گاله مکان گاوهای وحشی است. چون بین شبه جزیره میان گاله و مازندران از راه خشکی رابطه وجود داشت و بعید نبود که بعضی از گاوهای اهلی به آن شبه جزیره رفته و بر اثر طول مدت وحشی شدند، اما در آنجا دیوی وجود نداشت و در عوض درخت‌های انار جنگلی به مقدار زیاد یافت می‌شد. اشرف از شهرهایی است که به توسط شاه عباس اول یعنی پادشاه صفوی بنا شد و شاه عباس اول نسبت به آبادی مازندران به مناسبت اینکه مادرش مازندرانی بود توجه مخصوص داشت و یکی از اقداماتی که برای آبادی اشرف و سایر بلاد مازندران نمود این بود که 9,000 خانوار از ارامنه گرجستان را کوچانید و در اشرف و سایر شهرهای مازندران جا داد. تمام آن ارمنی های گرجی از شاه عباس زمین رایگان برای کشت و زرع و سکونت دریافت کردند و شاه عباس بعد از سکونت آنها در اشرف و سایر بلاد مازندران نه فقط آنها را از پرداخت مالیات معاف کرد، بلکه 2 سال هم به آنها حقوق داد تا اینکه محصول کشاورزی آنها از زمین به دست بیاید. ولی هنگامی که قشون محمد حسن خان و سپاه شیخ علی خان زند در اشرف به هم رسیدن، شماره ارمنی های اشرف خیلی کم شده بود. نزدیک اشرف یک منطقه وسیع و مسطح و مستور از علف بود که به اسم قروق خانده می شد و مردم آن را قروق اشرف می خواندند. محمد حسن خان هنگام عصر روز 14 جمادی الثانی سال 1172 هجری قمری مطابق با سال 1758 میلادی به قروق مزبور رسید. قروق در ایران به اماکنی از صحرا و جنگل یا کوهستان اطلاق می شود که در آن هیچ کس اجازه شکار کردن ندارد و این کلمه به طور مجازی به اماکن خلوت هم اطلاق می شود.
وقتی محمد حسن خان به قرق اشرف رسید، طلایه‌اش به او اطلاع داد که قشون زندیه نزدیک است. چون روز گذشته بود و آفتاب به افق مغرب نزدیک می‌گردید، محمد حسن خان دریافت که در آن روز نمی‌توان جنگید و تصمیم گرفت که اردوگاه به وجود بیاورد و شب را در مبدأ قرق بگذراند و روز بعد مبادرت به حمله کند. شیخ علی خان زند هم به وسیله طلایه خود مطلع گردید که محمد حسن خان قاجار نزدیک گردیده و او هم فهمید که چون بیش از ساعتی از روز باقی نمانده نمیتوان جنگید. شیخ علی خان زن نیز اردوگاه به وجود آورد و در آن شب در اردوگاه شیخ علی خان زند یک افسر از فرط کینه نمی توانست بخوابد و او سبز علی بیک بود که هر نیم ساعت یک بار از خواب بیدار می شد و چشم به آسمان می دوخت که ببیند آیا فجر دمیده است یا نه. سبز علی بیک از سال 1169 تا سال 1172 هجری قمری در تمام جنگ هایی که بین کریم خان زند و محمد حسن خان قاجار در گرفت حضور داشت و به کریم خان زند و به شیخ علی خان زند و سایر سرداران زندیه می گفت. او در دنیا آرزویی ندارد جز اینکه جسد بیجان محمد حسن خان قاجار را مقابل خود ببیند و روزی که جسد بیجان وی را مقابل خیش ملاحظه کند، بزرگترین آرزوی او جامعه عمل پوشیده است و در آن روز هرگاه عزرائیل جانش را بگیرد، بدون اندوه و حسرت این جهان را وداع خواهد گفت. در آن سفر همچون می دانست که شیخ علی خان زند برای جنگ با محمد حسن خان قاجار می رود، از کریم خان زند اجازه گرفت که با آن قشون به راه بیفتد و به کریم خان گفت: در این سفر من سر محمد حسن خان را از بدن جدا خواهم کرد و برای شهریار ایران خواهم آورد یا اینکه سر خود را از دست خواهم داد. کریم خان زند گفت: تو اگر سر محمد حسن خان قاجار را برای من بیاوری، انعامی خوب از دست من خواهی گرفت. سبز علی بیک پرسید: ای پادشاه ایران، شما در ازای سر محمد حسن خان قاجار چقدر به من خواهید داد؟ کریم خان زند گفت: اگر تو سر او را برای من بیاوری، من 10,000 تومان به تو انعام میدم. سبز علی بیک گفت: من تصور میکنم که سر دشمن بزرگ پادشاه ایران بیش از 10,000 تومان ارزش دارد. کریم خان زند گفت: اگر تو به تنهایی می رفتی و سر او را برای من می آوردی، من به تو 100,000 تومان پاداش می دادم. لیکن تو با قشون من می روی و سپاه من با محمد حسن خان قاجار می جنگد و هرگاه او شکست بخورد بر اثر مجاهدت سپاه من است و تو به تنهایی قادر نیستی که محمد حسن خان را شکست بدهی. ولی چون می دانم خیلی نسبت به او دشمنی داری، فکر می کنم که شاید تهور و فداکاری تو هم مؤثر واقع شود و هنگام جنگ بتوانی خود را به او برسانی و معدومش کنی. به همین جهت به تو وعده می دهم که اگر سرش را برای من بیاوری، 10,000 تومان جایزه خواهی گرفت. در شبی که قشون محمد حسن خان قاجار و سپاه کریم خان زند در قرق اشرف اردوگاه به وجود آوردن، مأمورین اکتشاف طرفین تا بامداد مشغول گشت بودند و گاهی بین آنها تیراندازی می شد بدون اینکه به خوبی یکدیگر را ببینند.
چون هر دو طرف از شبیخون می ترسیدن و بیم داشتن که دشمن در تاریکی شب مبادرت به حمله نماید تا اینکه قشون دشمن را در هم بریزد. وقتی صبح طلوع کرد هر دو قشون آماده برای جنگ بودند و شیخ علی خان زند دارای زنبورک های زیاد بود، چون گفتیم که کریم خان زند به زنبورک علاقه داشت و آن را از اسلحه مؤثر میدان جنگ می دانست. سرداران وی هم به پیروی از سلیقه جنگی کریم خان زند در تمام جنگ ها با خود زنبورک می بردن. مورخین شرق می نویسند که در روز 15 ماه جمادی الثانی سال 1172 هجری قمری، شیخ علی خان زند در قرق اشرف دارای 1000 زنبورک بوده و تصور می کنیم که این رقم مقرون به اغراق می باشد. محمد حسن خان قاجار به طوری که در صفحات گذشته گفتیم برای سواران قائل به اهمیت زیاد بود و در جنگ قرق اشرف 3000 سوار داشته که بر اسب‌های ترکمانی سوار بودند. هنگامی که سواران او مبادرت به حمله می نمایند، زنبورک‌های شیخ علی خان زند اسب‌ها و سواران محمد حسن خان را طوری فرو می‌ریزد که فرمانده قشون مجبور می‌شود حمله سواران را متوقف کند و فرمان بازگشت می‌دهد. مورخین شرق راجع به جنگ قرق اشرف که در آن محمد حسن خان قاجار شکست خورده و به قتل میرسد به تفصیل بحث نکرده اند و آنچه راجع به آن جنگ از تواریخ شرق استنباط می شود از این قرار است. 1. شیخ علی خان زند دارای 30000 سرباز و 1000 زنبورک بوده، در صورتی که محمد حسن خان قاجار بیش از 18000 سرباز نداشته است. 2. منطقه مسطح و الفزار قرق برای مانور 3000 سوار محمد حسن خان قاجار یک منطقه ایدئالی به شمار می آمد، مشروط بر اینکه زنبورک های شیخ علی خان زند که قسمتی از آنها را با گلوله و قسمت دیگر را با 4 پاره پر می کردن وجود نمی داشت و آن زنبورک های زیاد که به نوبه پر می شد که هرگز شلیک زنبورک متوقف نگردد، مثل مسلسل‌های سنگین امروزی و توپ‌های خودکار سواران محمد حسن خان قاجار را مثل برگ درختان در فصل خزان فرو می‌ریخت. در روز 15 جمادی الثانی سال 1172 هجری قمری هم سواران محمد حسن خان در قبال شلیک بدون انقطاع زنبورک ها از بین رفتند. 3. ارزش سربازان شیخ علی خان زند بیش از ارزش جنگی 18000 سرباز محمد حسن خان قاجار بود. عده‌ای از سربازان شیخ علی خان لور و عده‌ای دیگر از عشایر فارس و کرمانشاهان و کردستان بودند و با حفظ خونسردی و بدون بیم حمله می کردند و سربازان محمد حسن خان قاجار از حیث ارزش جنگی به سربازان قشون زند نمی رسیدند و حتی قبل از اینکه آفتاب به نیمه روز برسد عده‌ای از آنها از میدان جنگ گریختند. 4. محمد حسن خان قاجار در آن جنگ مرتکب خبطی شد که از خبطهای نابخشودنی یک سردار جنگی است و آن خبط این بود که دشمن را حقیر شمرد و یک قسمت از سرداران جنگی که در تمام ادوار از این جهت قشون خود را نابود می کنند که دشمن را ضعیف به شمار آورند و تصور کنند که می توانند با یک حمله او را از بین ببرند. 5.
محمد حسن خان قاجار بعد از اینکه دید زنبورک های قشون زند مانع از پیشرفت وی می باشد، باید که دفع آن زنبورک ها را کند و صدای آنها را خاموش نماید، و اگر از عهده از بین بردن زنبورک ها بر نمی آید، باید تماس با دشمن را قطع کند و عقب نشینی کند. ولی وی شاید به اتکای شجاعت خودش لجاجت و اصرار نمود و به جنگ ادامه داد، و فقط هنگامی در صدد برآمد که عقب نشینی نماید، شیراز یک قشون او گسسته شد. اگر در آن روز محمد حسن خان زودتر عقب نشینی می نمود، قشون خود را نجات می داد و یحتمل تاریخ زندگی وی طوری دیگر برشته تحریر در می آمد. سبز علی بیک قبل از اینکه ظهر فرا برسد فهمیده بود که محمد حسن خان قاجار شکست خواهد خورد، زیرا به طوری که گفتیم پیوسته در ایران خدمت می کرد و به رموز کارهای جنگی وقوف داشت. سبز علی بیگ چند بار سعی کرد با عده ای از سربازان زند خود را به محمد حسن خان قاجار برساند، ولی نتوانست، تا اینکه شیرازی قشون محمد حسن خان گسست و سربازان او متفرق شدند و خان قاجار تقریبا 2 ساعت بعد از ظهر در صدد برآمد که میدان جنگ را ترک نماید. سبز علی بیک که دائم مراقب محمد حسن خان بود، با عده ای از سربازان زبده وی را مورد تعقیب قرار داد. وی می دانست که محمد حسن خان قاجار می کوشد که خود را به استراباد برساند و اطلاع داشت که هرگاه به استراباد برسد نجات خواهد یافت، و عزم کرد که بدون انقطاع وی را تعقیب نماید. از 2 ساعت بعد از ظهر تا هنگامی که آفتاب در آسمان پایین رفت، سبز علی بیگ با حد اعلای سرعت محمد حسن خان قاجار را تعقیب می کرد و قبل از اینکه آفتاب در افق فرو برود به او رسید. در آن موقع در پیرامون محمد حسن خان بیش از 10 نفر نبود و سبز علی بیگ 300 سوار با خود داشت و در چند لحظه محمد حسن خان و سوارانش را محاصره کرد و سبز علی بیگ و سوارانش با شمشیر به سواران محمد حسن خان و خود او حمله ور شدند. محمد حسن خان نتوانست تفنگ به کار ببرد، ولی با تپانچه های خود 2 نفر را کشت و در گیر و دار فرصت نکرد که تپانچه ها را پر کند، و سبز علی بیگ خود را به او رسانید و یک ضربت شمشیر سخت بر قاعده گردنش وارد آورد، و 2 تن از سواران او هم 2 ضربت بر محمد حسن خان زدند و آن مرد بر زمین افتاد. در حالی که سواران سبز علی بیگ مشغول کشتن سواران انگشت شمار محمد حسن خان قاجار بودند، سبز علی بیگ از اسب پیاده شد و کارد را از غلاف کشید و با دست خیش سر محمد حسن خان قاجار را از بدن جدا کرد، و سپس به زندگی خان قاجار که در آن تاریخ به گفته چند تن از مورخین شرق 45 سال از عمرش می‌گذشت خاتمه داد. وقتی که آفتاب روز 15 ماه جمادی الثانی 1172 هجری قمری مطابق با سال 1758 میلادی غروب نمود، محمد حسن خان قاجار وجود نداشت و سرش نزد سبز علی بیگ بود. در قدیم در کشورهای شرق فقط بریدن سر یک مرد نیرومند که مورد خشم پادشاه وقت قرار گرفته بود اشکال نداشت، بلکه رسانیدن آن سر به درگاه سلطان نیز یک کار دشوار به شمار می آمد، زیرا سر بریده به خصوص در فصل تابستان متعفن می شد و می پوسید و قیافه متوفا تغییر شکل می داد.
لذا در فصل تابستان سر را در یک محفظه چرمی پر از یخ قرار می دادند و آن محفظه را به اسم چال مه می خواندند. حتی موقعی که سر را در یخ قرار می دادند و آن یخ بعد از ذوب شدن تجدید می گردید، حامل سر می باید شتاب کند و سر بریده را زودتر به درگاه سلطان برساند تا اینکه قیافه مرده از ترکیب نیفتد و سلطان سر بریده دشمن خود را بشناسد. سبز علی بیگ از شیخ علی خان زند اجازه گرفت که سر بریده را نزد کریم خان زند که در آن موقع در تهران بود ببرد و خواهش کرد که هم او را حامل فتح نامه نماید. شیخ علی خان زند فتح نامه را نوشت و به دست سبز علی بیگ داد و آن مرد به سوی تهران براه افتاد. سبز علی بیگ وقتی احساس می کرد که اسبش از پا در می آید، به اولین آبادی که می رسید یک اسب سواری ابتیا می کرد و زین و خرجین خود را از اسب خسته به اسب خریده شده منتقل می نمود و براه می افتاد. وقتی برای تجدید اسب یا قدری استراحت در یک آبادی توقف می کرد، نمی گفت که محمد حسن خان قاجار در قرق اشرف شکست خورد و او حامل سر بریده وی می باشد. سبز علی بیگ می دانست که وقتی یک پیک حامل یک فتح نامه است، نباید خبر آن پیروزی را به کسی بروز بدهد، چون اگر دیگران بفهمند که دشمن بزرگ پادشاه شکست خورده و به هلاکت رسیده، ممکن است بر پیکی که حامل فتح نامه می باشد سبقت بگیرند و زودتر از او خبر پیروزی را به اطلاع پادشاه برسانند تا اینکه انعامی شاهانه دریافت کنند. در دوره سلطنت شاه عباس اول دوبار این واقعه اتفاق افتاد و قاصد حامل فتح نامه خبط کرد و در راه خبر پیروزی را بین مردم منتشر نمود و دیگری بر وی سبقت گرفت و زودتر از او خبر فتح را به شاه رسانید و مژده دریافت کرد. سبز علی بیگ عاقبت خود را به تهران رسانید و چون نیمه شب به تهران رسید، دروازه را بسته دید و فریاد زد دروازه را باز کنید. تهران یک شهر جنگی نبود، ولی کریم خان زن شبها در برج‌ها و بالای حصار شهر نگهبان می‌گماش و نگهبان از بالای دروازه پرسید: تو که هستی که می‌گویی دروازه را برایت بگشایند؟ و پیک بانگ زد: اسم من سبز علی بیک است و پیک مخصوص شیخ علی خان زند هستم. نگهبان گفت: پشت دروازه بخواب و بعد از اینکه روز دمید دروازه را باز خواهند کرد و تو وارد شهر خواهی شد. سبز علی بیگ گفت: فوری به صاحب منصب خود اطلاع بده که بیاید و با من صحبت کند تا من خود را به او بشناسانم. نگهبان به صاحب منصب خود اطلاع داد و او بالای دروازه آمد و سبز علی بیگ خود را به او شناسانید و گفت: پیک شیخ علی خان زنده است و باید فوری وارد شهر شود و گزارش شیخ علی خان را به دست پادشاه ایران بدهد. صاحب منصب گفت: من اسم تو را نشنیدم و قیافه تو را نمی شناسم. سبز علی بیگ گفت: صاحب منصبان دربار پادشاه ایران مرا می شناسند و به آنها اطلاع بده که بیایند و مرا ببینند و اگر تصدیق کردند که من سبز علی بیگ هستم، دروازه را بر روی من باز کنید. رفتن و صاحب منصبان کشیک کریم خان زن را اطلاع دادن و او دو تن از صاحب منصبان را فرستاد و آنها بالای حصار آمدن و صدای سبز علی بیگ را شنیدن و تصدیق کردن که خود اوست. سپس دروازه باز شد و سبز علی بیگ وارد شهر گردید.
تهران آن روز با تهران امروز که پای تخت کشور ایران است بسیار فرق داشت. تهران آن روز همان تهران دوره شاه طهماسب اول پادشاه صفوی بود که به دستور آن پادشاه اطرافش را حصار کشیدن و 114 برج به شماره سوره های قرآن در آن حصار ساختن و شهر تهران از حدود حصار شهر تجاوز نمی کرد، مگر در طرف شمال و در آن قسمت به دستور کریم خان زند اماراتی را بنا می نهادند و در دوره قاجاریه امارات سلطنتی در همان محوطه ساخته شد و موسوم به ارک گردید. چون امارات کریم خان زند حفاظ نداشت، یک حصار فرعی به وجود آوردند که بعد از اینکه امارات کریم خانی را در بر می گرفت به حصار اصلی منتهی می گردید و به همین جهت مسافر و پیک نمی توانست از راه صحرا خود را به مسکن کریم خان زند برساند و باید وارد شهر شود و آنگاه به سوی مسکن وکیل الرعایا براه بیفتد. وقتی سبز علی بیک به مسکن کریم خان زند رسید به او گفتند که وکیل الرعایا خوابیده است. سبز علی بیک به صاحب منصب کشیک و دو تن از صاحب منصبان که به حصار شهر آمدند و او را شناختند گفت: شما می دانید که بعضی از مسائل هست که اگر به تعویق بیفتد تولید عواقب وخیم می کند و اگر گزارش شیخ علی خان زند همکنون به اطلاع پادشاه ایران نرسد و تا صبح به تأخیر بیفتد همه ما ممکن است مغضوب واقع شویم و به مجازات های سخت دچار گردیم. و اگر شما می ترسید که در این موقع شاه را از خواب بیدار کنید، من او را از خواب بیدار می کنم و مسئولیت خشم او را هم بر عهده می گیرم. صاحب منصب کشیک گفت: من نمی توانم بگذارم که تو خود را به اتاق شاه برسانی تا او را از خواب بیدار کنی. سبز علی بیک گفت: من چون پیک هستم و از راه دور می آیم، ناچار بودم که مسلح باشم تا در راه به من حمله ور نشوند، ولی شما اسلحه مرا بگیرید و باز اگر سوء ظن دارید دو دست مرا ببندید و خودتان هم با من بیایید تا بدانید که من سوء قصدی ندارم و باز می گویم که خود من شاه را از خواب بیدار خواهم کرد. صاحب منصب کشیک اسلحه سبز علی بیک را گرفت، اما دستهایش را نبست، زیرا جرأت نمی کرد به مسئولیت شخصی دستهای یک صاحب منصب برجسته چون سبز علی بیک را ببندد. اما چون آن پیک حاضر نبود که خرجین خیش را از خود دور نماید، دو نفر از سربازان را فرا خواند تا از دو طرف مواظب سبز علی بیک باشند و خود او هم عقب پیک افتاد تا پشت اتاق شاه رسیدند. در آنجا سبز علی بیک چند بار سرفه کرد و کریم خان زند از خواب بیدار شد و بانگ زد: کیست؟ پیک جواب داد: ای پادشاه ایران، من سبز علی بیک هستم و از جانب شیخ علی خان زند سردار قشون مازندران و استراباد می آیم. کریم خان زند با تشدید گفت: تو که از تمام عمر در ایران مشغول خدمت بوده ای، آیا نمی توانستی صبر کنی که روز طلوع کند و بعد به من بگویی که چه کاری داری؟ سبز علی بیک گفت: پادشاه ایران به سلامت باشد. آنهایی که تا طلوع آفتاب برای دادن خبر صبر می کنند حامل خبر بد هستند و کسی که یک خبر خوب می آورد باید مجاز باشد که بیدرنگ آن خبر را به عرض پادشاه ایران برساند. کریم خان زند گفت: خبر خوب تو چیست؟ سبز علی بیک گفت:
به اقبال پادشاه ایران محمد حسن خان قاجار شکست خورد و قشونش به کلی متلاشی گردید و خود او به قتل رسید. کریم خان زن با مسرت گفت: خوش خبر باشی ای سبز علی بیک، آیا محمد حسن خان کشته شد؟ سبز علی بیک گفت: بلی ای شهریار ایران، و بزرگترین دشمن شما به هلاکت رسید، و آیا اجازه دارم که وارد اتاق شوم و عریضه شیخ علی خان زند را به پادشاه تقدیم نمایم؟ کریم خان زند گفت: بلی داخل شو و بعد از ورود فتیله مردنگی را بالا بکش که اتاق روشن‌تر شود. سبز علی بیک به اتفاق صاحب منصب کشیک وارد اتاق گردید، اما آن دو سرباز بیرون اتاق ماندند و صاحب منصب کشیک فتیله مردنگی را بالا کشید و سبز علی بیک فتح‌نامه را به دست کریم خان زند داد. وکیل الرعایا بعد از خواندن نامه دو دست را بلند کرد و گفت: خدایا از تو سپاس گذارم که مرا بر دشمنم فاتح کردی. وقتی وکیل الرعایا از خواندن نامه فارغ گردید، از سبز علی بیک پرسید: سردر کجاست؟ سبز علی بیک خرجین خود را گشود و سر بریده محمد حسن خان را با چشمهای نیمه باز بیرون آورد و مقابل وکیل الرعایا بر زمین یعنی روی فرش نهاد و چون سر را در یخ گذاشته بودند، بعد از اینکه روی فرش نهاده شد قدری آب خون از مقطع سر بر فرش ریخت و آن را مرطوب نمود و وکیل رعایا برای اینکه محمد حسن خان را به خوبی بشناسد چشمها را به سر بریده نزدیک نمود و از آن سر قدری بوی تعفن به مشامش رسید و نه فقط از آن رایحه کریه ابراز نفرت نکرد، بلکه گفت: به به، چه بوی مطبوعی است. سبز علی بیک تصور می کرد که محمد حسن خان قبل از اینکه به قتل برسد عطر گل بر خود زده بود و با اینکه عطر گل زیاد دوام نداشت و ندارد، با خود گفت: شاید هنوز اثر آن عطر از بین نرفته، و گفت: آیا پادشاه ایران از این سر بوی عطر گل را استشمام می کند؟ کریم خان زن گفت: نه، و من از این سر بوی لاشه را استشمام می کنم، ولی چون سر بریده دشمن است از آن لذت می برم. کریم خان زن بدون اینکه متوجه باشد کلامی را بر زبان آورد که 17 قرن قبل از آن یکی از امپراتوران روم به اسم ویتهلیوس بر زبان آورده بود. ویتهلیوس امپراتور روم که در سال 68 بعد از میلاد به موجب حکم مجلس سنای روم از امپراتوری مخلوع گردید، هنگامی که امپراتور بود با یک مدعی به اسم اوتون جنگید و آن جنگ چند روز طول کشید تا اینکه ویتهلیوس فاتح گردید و بعد از خاتمه جنگ ویتهلیوس هوا را که از بوی تعفن لاشه ها اشباع شده بود بویید و گفت: چه رایحه مطبوعی است. اطرافیان حیرت کردند و از امپراتور روم پرسیدند چگونه وی آن بوی مکروه و تهوع آور را مطبوع می‌داند. ویتهلیوس در جواب گفت: بوی جسد بی جان دشمن مطبوع است، به خصوص اگر هم وطن انسان باشد. کریم خان زن قسمت آخر گفته ویتهلیوس را بر زبان نیاورد، اما آنچه گفت شبیه بود به قسمت اول گفته امپراتور روم. بدین ترتیب بعد از 17 قرن یک پادشاه شرقی چیزی گفت که یک امپراتور غربی آن را بر زبان آورده بود و بدون اینکه کریم خان زن از وجود ویتهلیوس اطلاع داشته و گفته اش را شنیده باشد.
بعد از اینکه شهریار زند یقین حاصل کرد که سر بریده سر محمد حسن خان قاجار است، به صاحب منصب کشیک که هنوز در اتاق بود اشاره کرد که از اتاق بیرون برود و در را ببندد. آنگاه از سبز علی بیک راجب جنگ توضیح خواست و پرسید که شیخ علی خان زند چه می کند. سبز علی بیک گفت: بعد از اینکه محمد حسن خان شکست خورد و سربازانش متفرق شدند، شیخ علی خان زند تصمیم گرفت که به استراباد برود و طائفه اشاقباش را وادار به تسلیم نماید تا دیگر افراد آن طائفه نتوانند برای شهریار ایران تولید مزاحمت کنند. کریم خان زند گفت: این موضوع را در نامه خود نوشته است و من تصور می کنم بعد از محمد حسن خان در طائفه اشاق باش کسی نیست جز پسر بزرگش آقا محمد خان، و آیا قصد داری مراجعت کنی یا اینکه می خواهی با من باشی؟ سبز علی بیک گفت: من مطیع امر شهریار ایران هستم و هرچه پادشاه ایران دستور بدهد اجرا خواهم کرد. کریم خان زند گفت: من می دانم که تو از اشرف تا اینجا بدون لحظه استراحت راه پیموده ای که زودتر مژده پیروزی را به من برسانی و بدون تردید محتاج استراحت هستی، و بعد از اینکه خستگی تو رفت گردید نزد من بیا تا نامه ای بنویسم و به توسط تو برای شیخ علی خان بفرستم. راستی تو به من نگفتی که سر محمد حسن خان را که از بدن جدا کرد؟ سبز علی بیک گفت: من اولین ضربت را بر محمد حسن خان زدم و پس از اینکه افتاد باز خود من سر را از بدنش جدا کردم. کریم خان زند گفت: پس تو مستوجب دریافت پاداشی که به تو وعده داده بودم هستی؟ اینک پس از اینکه خستگی تو رفت گردید و نزد من آمدی، پاداش تو را خواهم داد. وقتی سبز علی بیک مرخص شد، از کریم خان زند پرسید: آیا اجازه می دهید که سر را ببرم؟ شهریار زند پرسید: با این سر چه می خواهی بکنی؟ سبز علی بیک گفت: می خواهم این سر را در منجلاب بیندازم. شهریار زند گفت: این کار را نکن. سبز علی بیک گفت: این مرد بزرگترین دشمن پادشاه ایران بود. کریم خان زند جواب داد: این مرد تا روزی که زنده بود بزرگترین دشمن من محسوب می شد و اینک که مرده حسابش با خدای او می باشد و من نمی خواهم که سر بریده دشمن من در منجلاب قرار بگیرد. آنگاه کریم خان زند یکی از خدمه را احضار کرد و به او گفت: فردا این سر را با احترام به غسال خانه ببرید و بشویید و بعد در کنار قبر حضرت عبدالعظیم علیه السلام دفن کنید. در روز بعد سر بریده محمد حسن خان را کنار قبر عبدالعظیم حسنی که از اماکن متبرک نزدیک تهران است دفن کردند. سبز علی بیک یک روز استراحت کرد و روز بعد هنگام بامداد به حضور کریم خان زند رسید و شهریار زند کاتب را احضار کرد و دستور داد که نامه‌ای برای شیخ علی خان زند بنویسد، و بعد از اتمام نامه و مهر شدن آن نامه را به سبز علی بیک داد و کاتب را مرخص کرد و به او گفت: چون نامه با حضور تو نوشته شد، تو از مضمون آن اطلاع حاصل کردی و به طوری که فهمیدی من از این جهت تو را برای بردن این نامه انتخاب کردم که تو در قدیم حاکم استراباد بودی و به اوضاع محلی وقوف داری،
و میدانی که در آنجا چه کسانی دارای نفوذ هستند و میتوانی برای پیشرفت کارها به شیخ علی خان کمک کنی. همانطور که در نامه نوشته شد، من در بین سران طائفه اشاق باش غیر از آقا محمد خان، پسر بزرگ محمد حسن خان، کسی را نمی بینم که بتواند از این به بعد سربلند نماید و شیخ علی خان باید آن پسر را که بیش از میزان سن خود رشادت و فهم و اطلاع دارد دستگیر کند و به زندان بیندازد یا اینکه به تهران بفرستد که من در اینجا او را به زندان بیندازم. من نمی توانم دستور بدهم که شیخ علی خان آن پسر را معدوم نماید، چون قصاص قبل از جنایت نمی توان کرد و تا کنون از آن پسر عملی سر نزده که یاغیگری باشد، ولی پیش بینی می کنم که اگر آزاد بماند سر بلند خواهد کرد. سبز علی بیک گفت که ستاره اقبال شهریار ایران به قدری درخشنده است که اگر آقا محمد خان سر بلند کند، پادشاه ایران او را هم معدوم خواهد نمود. کریم خان زند گفت صحیح است، ولی برای معدوم کردن او باز باید قشون فرستاد و مبلغی خرج کرد، اما اگر در زندان باشد خیال من از طرف او آسوده است و میدانم که مثل پدرش یاغی نخواهد شد. سبز علی بیک پاداش خود را دریافت نمود و سپس با نامه کریم خان زند به سوی استراباد به راه افتاد، زیرا می دانست که شیخ علی خان زند به استراباد رفته است. میرزا مهدی استرابادی عمرش وفا نکرد که املاک خود را در استراباد به تصرف درآورد و قبل از اینکه قشون کریم خان زند وارد استراباد گردد، زندگی را بدرود گفت و آرزوی استرداد املاک استراباد خیش را به دنیای دیگر. میرزا مهدی استرابادی تا آخرین روز زندگی محترم میزیست و همواره توانگر بود و بعد از مرگ ثروتی قابل توجه برای بازماندگان باقی گذاشت. شیخ علی خان زند بعد از تحصیل پیروزی در دشت قرق واقع در اشرف در مازندران مکث نکرد و راه استراباد را پیش گرفت. دنیای کتاب صوتی.